اینکه هر جنبشی دارای فراز و نشیب‌هایی است، هیچ حرفی در اون نیست و این بسیار هم اجتناب ناپذیره و طبیعتاً پروسه انقلاب یا یه حرکت معطوف به انقلاب دستخوش فراز و نشیب‌های بالایی است و تو هم با بیم‌ها و ناامیدی‌ها و همینطور امیدها. نکته که اینجا به نظر میاد این است که گاهی موقع این سوال پیش میاد که احیانا چرا جنبش الان داره به سمت خاموشی یا فروکش کردن میاد، که به اعتقاد من اصلا این نیست، چون بازه‌های زمانی رو اگر نگاه کنید در طول این چند سال گذشته دائما این جنبش در یک حرکت زیگزاگی بوده، اینقدر این حرکت زیگزاگی رو ادامه خواهد داد تا اینکه نظام استبدادی توانایی‌هاش رو از دست بده و بر زمین بخوره. نکته اصلی اینجاست که فقط باید این رو توجه کرد، اگرچه به هیچ وجه این سخن من به معنی تجویز یا نسخه دادن به کسی نیست، بدون اینکه نه این امکان پذیر است و نه در این مقام هستم و من نه در این مقام هستم. نکته اینجاست که اساساً هر جنبشی چنان که ما در طول هم دقیقا این سالهای گذشته 5-6 سال گذشته دیدیم، هزینه های انسانی بسیار گسترده‌ای داره. افراد زیادی از جوانان، کودکان، زنان و مردان به میدان میان و جانشون رو دست میدن و این وجدان و روح جمعی ما رو به شدت آسیب زده میکنه. از طرف دیگه وقتی جنبشی دستخوش یک فرودی میشه، طبیعتا نظام قدرت هم برای خودش آمادگی های رو فراهم میکنه. در این پروسه آمادگی های بیشتر برای نحوه سرکوب و نحوه روانشناسی به اصطلاح شورش یا اعتراضات به تعبیری و احیانا تداوم و تحکیم بقای خودش. ولی میدونیم این روح که علیرغم که چنین کارهایی میکنه، ولی استبدادی که مجموعه از نخود مغزها در استراتژیست های اون هستند و توانایی مدیریتی خودشون در طول این 14 دهه نشون دادن که متاسفانه خوشبختانه از دو منظر توانایی این مدیریت رو نداشتن، دوباره ایجاد بحران خواهد کرد و مردم را به میدان خواهد آورد تا روزی که ما پیروز بشیم.